حاصل دسترنج روستایان رو میبینین، خرمنهای گندمی که هنوز کوبیده نشده و کم کم دیگه شروع میکنن به کوبیدن این خرمنها. البته به خاطری که در اینجا بادهای تند زیادتر هست، معمولا خرمنها در آخر فصل تابستان میکوبند که بادها آرامتر میشه. همونطور که گفتم خرمنها دیگه در اینجا کم کم در حال کوبیدن هست. و سلام علیکم، خدا قوت مونده نباشین. امو چی میگین؟ خدا قوت، خرمن برکت. انشالله که برکت به این گنوا باشه و خرمنها رو کم کم میکوبن. و دیگه به خاطر همون تنباد هایی که گفتم، یکی همی که چون در این مسیر زیاد هست و اینا، ترکتور برای کوبیدن خرمنها دیر به دست میاد. به هر حال ماشاءالله بسیار گندم قچاقی هم هست. خب به هر حال سال کمک خوش آمده، ولی چیزی که دهقانان انتظار دارن نیست، ولی باز هم همینی هم که هست غنیمته. و دوست دارم که دایه کم میدین ما اونجا؟ خود ما برای کم میدین بچه دایه بود. آه بسیار علی، دایه کم میدن، ولی خب ما ایشته ببوریم دایه که خود. از ما بیاییم به کنار میبیاییم اونجا. از ما مگرم یک جواله باشه دیگه. از ما جواله باشیم باید تیار میکنیم ببریم. خیلی خوبه، جواله ببوریم میدازیم داخل موتر دایه ما باشه. این رسم دایه دادن از قدیم هست؟ از این سابقه هم رسم دایه دادن هست. یک من بشه تا صد من بشه، تا صد خروار بشه. یعنی ایت تعصب ندارین؟ یعنی ایت به نوی حسادت ندارین که ندیم؟ نه ایت اپانیه، فقط دایه که جدا میگذاریم بچه ها دایه کمدیم، بعد از خود ما خرمان خوبیم. ایده که همون مهربانی روستایان و دهقانان عزیز است که باید برای اطفالی که میان. حالا برای از این بچه ها دایک بدادین یا نه؟ یک دفعه دایک دادیم، با دوباره دایک مده. خوب خب باش که من چی رقمه؟ تجربه کنم خوب. البته من امتحانی به چوبا نباریم خود خوب. آه دامنه خود خیلی کن. بیا 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 تو دامن ببخشین. چند دامه گرم؟ هر کدوم یک خوب دو خوب بدیم. خب یک خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا یک بستتون رو دیگه یک دفعه دیگه هم بودی. بیا تو بیا یک دو. اینا چیکار میکنی کوکو جما؟ میکنم. چی میسونی؟ کلچه. معمولا دایکی که بچه ها میگیرن به تمون شوق و ذوق اینا هست، میگیرند و میبرند برای خود دکون سودا میکنند. یک آب میوه کلچه خلاصه یک چیزی برای خود میسونن و خیلی هم خوشحال میشن. انشالله که برکت به کاروبار شما باشه و امیدواریم که سال پیش رو از زمستانی که در حال آمدن و بهاری که میایه، انشالله سال پرباری باشه تا اینکه تمام جبران این خوشسالی که شده انشالله بشه. بخیر باشین، خدا نگهدار شما. جوال گندم و نگاه دارین شما فقط اصلا نیم به زبان اینا نمیاد. این قسمت واقعا دوست داشتنیه. موفق باشین انشاءالله. نوش جان شما، خدا نگهدار شما. یک کار مشترکی که در بین روستایان هست اینه که خرمنها رو وقتی میکوبن به همدیگه کمک میکنن. مثلا ترکتور به یک موقعیتی که میاد 4-5 خرمن به همکاری همدیگر میکوبن. خدا قوت مونده نباشین. خوب هستی مجی کوکو؟ مونده نباشین. شما خوب سلامتین؟ اینا هم گندمار انبیز کردن و در حال وز کردن گندم هایی که باش کمک کنم. خیر بینیم و گندم ها رو وز میکنن تایی که معلوم میشه که چقدر کم باش کم خواهی. خلاصه برسی خلاصه. چند شد؟ 50 کیلو. خیلی هم خوبه، انشالله که 500 تا 50 کیلوی را جمع مبار کنیم از داخل از خرمن خوب انشالله بیاریم. خلاص شد دیگه بودی ها شما چانس ما نگاه کنیم. ما سفر خود خوب بکشین. حالا دایک ما هم مثل او اجی ماما اونجگاه یک جواله دادن برای ما. بله از ما
خیلی ممنون شما، زنده باشین، تشکر. اینا از چند من از چند جریب زمینه؟ اینا دیگه معلوم جریبی نیه دیگه. خب چون حالت دیمر داره. رضی هستین؟ بله، شکر رضی. خب الحمدلله، ما هم دعا میکنیم که سال پیش رو هم طور که گفتم سال خوبی بیاید تا اینکه دیگه خوشحالی رو نبینیم ان شاء الله، به امید خدا. ممنون شما. از کو هم دایک میدین یا نه دیگه؟ کو هم او کسی لازم داشته باشه کو هم دایک. خب معمولا البته یادم هست تا جایی که در بین روستایان مرسوم تخرمن میدم برای کسایی که به اصطلاح گندم کشتمند و اینا کشتکار هستن ندارن که باز اونا پشت بمار گل کنن. درسته؟ یا یک ملو کای میدم برای اینا میگم بگیر پشت بمار خیل کن. مهربانی های روستایان واقعا بیشماره. ان شاء الله که همیشه موفق باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خوشم اومد.